به مردم شریف ایران نوید افتاری oh, درود بر مبارزان و دلاوران راه آزادی به کانال مردمی آوای ایران خوش آمدید. امروز با اخباری داغ از شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی در ایران و همچنین موج حمایت و تحسین مردم ایران از بانوبانی که با شجاعت در برابر ظلم ایستادگی کردند، در خدمت شما هستیم. و اما سرخط اخبار امشب شروع اعتراضات طوفانی در سقز ایزه آماده قیام می شود. توهین جنسی و بیشرمانه روزنامه حکومتی از شدت خشم. کتایون ریاهی اقتدار نظام را به سخره گرفت و افشای میلیونها دلار خسارتی که خامنه ای و پاسدارانش به مردم ایران تحمیل کردند. دعوت می کنیم در ادامه ضمن لایک کردن این ویدیو و کمک به پخش اخبار انقلابی بیننده ی مشروع این اخبار باشید. لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. شروع اعتراضات طوفانی در سقز ایزه آماده قیام می شود. مردم سقی زادگاه محسا امینی که در طول اعتراضات 1401 بارها خواب را بر چشمان نیروهای رژیم حرام کردند و تا آستانه فتح کامل شهر پیش رفتند امروز یک شنبه 20 فروردین بار دیگر کنترل شهر را در دستان خود گرفتند و فضای انقلابی در شهر حکم فرما شد اعتراضات امروز بعد از مسموم کردن عمدی دانش آموزان مدرسه دخترانه معراج سقی صورت گرفت و به سرعت منجر به فرار نیرو این رژیم از سطح شهر و شوله‌ور شدن آتش خشم مردم این شهر شد. دستور کردن مدرسی دخترانه توی شهرستان سقز دست جمهوری اسلامی کسیف اور ہے میں گھر پر نہیں ہے أي رحمة لباوكتان أي عفري شياون يبسن عفريم عفريم ايها الرحيم ايها الرحيم يعني. ايها امروز یک شنبه 20 فروردین در پی مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس کشور بیش از 100 دانش آموز دختر در شش مدرسه در سقیز با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند همچنین تعدادی از والدین دانش آموزان در پی اعتراض به مسمومیت فرزندانشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان کشور امروز یک شنبه 20 فروردین 1402 بیش از 100 دانش آموز دختر در شهر سقس مسموم شدند. این واقعه در شش مدرسه دخترانه از جمله دبیرستان دخترانه معراج رخ داده و حال عمومی 24 تن از دانش آموزان مسموم شده و خیم گزارش شده است. گفته می شود نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشکاور اقدام به متفرق کردن والدین دانش آموزان در اطراف مدارس کرده و تعدادی از آنها نیز بازداشت شدهاند. همچنین مردم ایزه آماده ی قیامی بزرگ بر علیه حکومت آخوندی می شوند. روز سهشنبه 22 فروردین فراخانی به مناسبت سال روز تولد جاویدنام حامد سلح شور داده شده تا ضمن گرامی داشتن یاد این جوان از دست رفته شهروندان به حکم اعدام مجاهد کورکور اعتراض و از این جوان اهل ایزه حمایت کنند. جمهوری اسلامی در حکمی وقیهانه کسی که خونخواه کیان پیرفلک بود را قاتل او معرفی و برای او حکم ادام صادر کرد. است اقدامی که با مخالفت شدید و اعتراض خانواده کیان و اهالی ایزه و شهروندان ایرانی مواجه شده است در حالی که جمهوری اسلامی در تلاش است در کوتاهترین زمان ممکن پرونده های کشته شدگان اعتراضات سراسری را به عناوین مختلف, مختلف مختوم کند اما برخی خانواده های این جان باختگان معتقدند که هیچ کسی جز حکومت در کشته شدن فرزندان آنها نقشی ندارد تلاش زینب مولایی مادر کیان پیرفلک برای نجات مجاهد کورکور که حکومت مدعی است او در کشته شدن کیان نقش دارد یکی از این نمونه هاست نوشته ها و موزه های مادر کیان پیرفلک در روزهای گذشته واکنش رسانه های وابسته به حکومت را در پی داشته است روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران با انتشار مطلبی ضمن حمله به زینب مولایی راد نوشته مادر کیان پیرفلک به جایی رسیده که قاتل پسرش را مظهر شرف می داند. نویسنده این مطلب تلاش های مادر کیان پیرفلک و دیگر خانواده های کشته شدگان برای نجات افرادی که حکومت آنها را عاملان اصلی در کشته شدن فرزندان آنها معرفی کرده را دستیسه ی رسانه های قربی عنوان کرد و نوشت اینها سمرات یک جنگ تمام ذهنی است و چون این روزگار تلخی در کمین خیلی هاست. با اعلام صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور جوان ایزه ای که به حکومت در کشته شدن کیان پیرفلک کودک نه ساله نقش دارد خانواده این جانباخته تلاش می کند که او را از خطر اعدام نجات دهند زینب ملایی راد پیشتر گفته بود که هر فردی را که حکومت به عنوان قاتل کیان معرفی کند ما آن را نخواهیم پذیرفت و به جنگ قبیله ای دامن نمی زنیم مادر کیان پیرفلک روزهای گذشته با انتشار عکس در کنار مادر مجاهد کورکور و هشتگ اعدام نکنی در تلاش است که او را از خطر اعدام نجات دهد از آغاز اعتراضات سراس در ایران و کشته شدن صدها نفر که نهادهای حقوق بشری بیش از 500 نفر از آنها را مستندسازی کردند حکومت تلاش می کند که به عناوین مختلف نقش خود و مامورانش را کمرنگ کرده و با معرفی افرادی به عنوان قاتل پرونده های آنها را مختوم اعلام کند آتش شاکرمی خاله نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله ای که در جریان اعتراضات کشته شد و حکومت علت مرگش را خودکشی نامید یکی از دیگر کسانی است که تلاش می قاتل یا قاتلین نیکا را شناسایی کند او با انتشار تصاویری از ساختمانی که پیکر بیجان نیکا در آن پیدا شده بود و همچنین با بازگویی فشار حکومت و نیروهای وابسته به حکومت برای مسکوت ماندن پرونده در تلاش است که بر چگونگی کشته شدن خواهرزادهاش نور بتاباند چندی پیش نیز خانواده های برخی از کشته شدگان اعتراضات سرسری در فضای توییتر به تلاش و فشار حکومت به بسته شدن هرچه بیشتر سریعتر پرونده های دادخواهی آنها اشاره کرد از زمان آغاز اعتراضات سرسری در اواخر شهریور سال قبل که به جنبش زن زندگی آزادی شناخته شد تعداد زیادی از شهروندان در پی سرکوب شدید معترضان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی زخمی و کشته شدند جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت این سرکوب مرگبار را بر عهده نگرفت و تلاش کرد که عوامل این حوادث را به کشورهای غربی مرتبط کند در مورد کشته شدگان نیز تلاش کرده تا با معرفی فرد یا گروهی به عنوان عاملان پرونده یا اعلام دلایلی همچون مسمومیت و خودکشی پرونده های آنها را در کوتاهترین زمان ممکن مختوم کند اقدامی که تا کنون از سوی برخی از خانواده های دادخواه پذیرفته نشده است توهین جنسی و بیشرمانه روزنامه حکومتی از شدت خشم کتایون ریاهی اقتدار نظام را به سخره گرفت بعد از آنکه حضور چند تن از زنان بازیگر سینما و تئاتر ایران در مراسم خاکسپاری کیومرس پوراحمد خبرساز شد شماری از رسانه های اصولگرا با توسل به آیه از قرآن به این موضوع واکنش نشان دادند احمد خاتمی روحانی تندروی حکومتی در نماز روز جمعه هجده فروردین گفت برخورد خودسرانه با بیهجابی خلاف شرع است راجا نیوز با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود زیر عنوان هجاب بر زنان سالخورده واجب نیست نوشت تصویری بدون هجاب از گلبه آدینه و کتایون ریاهی در مراسم ختم کیومرس پوراحمد منتشر شده که هواشی بسیاری به همراه داشته این پایگاه اینترنتی نزدیک به اصول گرایان با توسل به یکی از آیات سوره نور نوشته شرعا هجاب بر زنان سال ای که زنانگی خود را نیز از دست دادن واجب نیست بر اساس متن رجا نیوز در آیه 60 سوره نور نور آمده است زنان سال ای که از ولادت و عادت بازنشسته اند و امید به ازدواج و نکاه ندارند بر آنان کی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند جامعه های خود را نزد نامهرمان برگیرند و باز هم افت و تقواگزینی بر آنان بهتر است و خدا شنوا و آگاه است این واکنش در حالی عنوان شده که احمد خاتمی از آخوندهای تندروی حکومتی در نماز روز جامعه گذشته با لحنی آرامتر نسبت به اظهارات پیشین گفت در برخورد با بیهجابی برخورد خودسرانه خلاف شهر است قانون شکنی و بیهجابی هر دو منکر هستند انتشار تصاویر کتایون ریاهی و گلاب آدینه در مراسم خاکسپاری کیومرس پور احمد در روز جمعه هجده فروردین باستاب فراوانی در شبکه های اجتماعی به همراه داشت این تصاویر با اوسافی چون سلبریتی باشرافن شهامت و شجاعت همراه شدند افشای میلیون ها دلار خسارتی که خامنه ای و پاسدارانش به مردم ایران تحمیل کردند. مقامات عراقی به پایگاه خبری میدلیست هایی گفتند که در فرایند تبدیل ارز در جریان وصول مطالبات ایران از عراق از هر یک میلیون دلار 400 هزار دلار آن سهم دلالان می شود در پی فشارهای آمریکا بر دولت عراق در ماه اخیر در زمینه پرداخت دلاری به دولت ایران تهران برای وصول مطالباتش دست به دامان بازار سیاه عراق شده است موضوعی که ضرر این نوع مبادلات را بالا میبرد تا جایی که پایگاه خبری میدلیست آی به نقل از مقامات عراقی زیان آن برای دولت ایران را تا چهار درصد برآورد کرده است در دو دهه گذشته ایران با تمین گاز برق و صادرات مواد غذایی و مصالح ساختمانی یکی از صادر کننده های عمده به کشور عراق بوده است حجم تجارت بین دو کشور بالغ بر چهارده میلیارد دلار برآورد شده است از زمان بازگشت تحریم های ایالات متحده ای آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای و ایجاد محدودیت ها در مبادلات دلاری در تجارت با ایران تهران همواره برای وصول مطالباتش از بغداد با مشکل مواجه بوده است با این حال سال گذشته عراق توانست بیشتر بدهی گاز و برق خود به ایران را به دینار پرداخت کند به گفته میدلیست آی این دینارها ابتدا از طریق حراج روزانه ارزی که توسط بانک مرکزی عراق برگزار میشد به دلار آمریکا تبدیل میشد اما نوامبر 2022 واشنگتن محدودیت های جدیدی را بر این حراج اعمال کرد تا افراد ناشناس و کشورهای تحریم شده مانند ایران نتوانند از این سرویس برای دسترسی به دلار استفاده کنند به گفته مقامات عراقی و سیاستمداران نزدیک به ایران این موضوع جمهوری اسلامی را به شدت به بازار سیاه عراق برای به دست آوردن دلار وابسته کرده است با اوجگیری مبادلات ارزی در بازار سیاه نرخ برابری ارز افزایش چشمگیری پیدا کرد و در کنار کارمزد بالای معاملات در این بازار باعث افزایش قابل توجه هزی مبادلات دینار با دلار در بازار سیاه عراق شد مقامات عراقی به پایگاه خبری میدلیستای گفتند که در فرایند تبدیل ارز در جریان وصول مطالبات ایران از عراق از هر یک میلیون دلار 400 هزار دلار آن سهم دلالان می شود این چهل درصد سهم دلالان واسطه ها و, و قاچاقچیان می شود که پولها را به خارج از عراق منتقل می کنند.